هر کی هستید و هر جا زندگی میکنید، آرامش رو به زندگی خودتون دعوت بکنید و اون رو تو ذهن خودتون جایگزین کنید. اگه کلام و رفتار شما آرامش باشه، بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما هم سرایت خواهد کرد. به خاطر داشته باشید، برای رسیدن به این وضعیت لازمه برخی قابلیت‌های ویژه رو در خودتون پرورش بدید و شرایط خاصی رو تو زندگی خودتون ایجاد کنید. امروز میخوام در مورد 7 راه برای رسیدن به آرامش ذهنی با شما در کانال محمود بیز در یوتیوب صحبت کنم. هرگز امید رو از کسی سلب نکنید، شاید این تنها چیزی باشه که داره. رعایت نکاتی که بهتون میگم مقدماتیه که به شما کمک میکنه در راه رسیدن به آرامش ازش بهره بگیرید. 1. یاد بگیرید که گاهی مسائل رو رها بکنید. به این معنی که به هر مسئله دائما گره نخورید. وقتی همیشه و هر جا در فکر مسائل خودتون هستید و به مرور اونها رو بررسی میکنید، در واقع همیشه بار اضافه‌ای رو با خودتون دارید حمل میکنید که این خودش سبب ایجاد اضطراب و استرس در شما میشه. یاد بگیریم که با یه ذهن رها و آزاد باید زندگی بکنیم. اینم به همه کمک میکنه که با هر محرک کوچیکی با موانع جزئی آشفته نشن. 2. به خود و خدای خودمون باید ایمان داشته باشیم. اگه به خودمون و خدای خودمون ایمان داشته باشیم، به راحتی از عهده مشکلات زندگی برمیایم و ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اهداف خودمون گام برمیداریم. این یکی از مهمترین نکاتیه که باید یادمون باشه. اما سومین مورد، باید سعی کنیم مثبت اندیش باشیم. اگه دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید، همه چیز میتونه بی فایده و بی ثمر بشه. داشتن نگرش مثبت و امید بهترین سلاح در مقابل ترس و استرابه. 4. نسبت به انتظارات و برنامه‌ریزی‌های خودتون واقع بین و منطقی باشید. توانایی‌های خودتون رو در موقعیت‌های خاص بشناسید و نسبت به عدم توانایی‌ها و ضعف‌های خودتون واقع بین باشید. هر چقدر نگرش شما نسبت به مسائل زندگی منطقی‌تر باشه، به آرامش بیشتری دست پیدا می‌کنید. 5. نسبت به انسان‌ها عشق بی قید و شرط خودتون رو نثار بکنید. شما میتونید از دوستاتون، هم اتاقیاتون، هم کلاسای خودتون شروع بکنید. یاد بگیرید که اونها رو بدون قید و شرط دوست داشته باشید. در مقابل ضعف‌های اونها صبور باشید. خطاها و اهمال کاری‌هاشون رو ببخشید. هر چقدر نسبت به بقیه بخشش بیشتری داشته باشید، احساس شادی و خرسندی بیشتری رو تجربه خواهید کرد. 6. معنی فداکاری رو لمس کنید. دست بخشش داشته باشید، ولی انتظار بازگشت نداشته باشید. بقیه رو به شیوه‌های خودشون خوشحال کنید. به افراد بی‌پناه، یتیم و فقیر کمک بکنید. برای اونهایی که خواهان بیاری شما هستن پشت و پناه باشید و بدون اینکه منتی به اونها بذارید تکیگاهشون باشید. هر چقدر بیشتر ببخشید، از الزامات و قید و بندهای بیشتر رها میشید. 7. که آخرین مورد برای به دست آوردن آرامش اینه که افکار خود رو بازسازی بکنید. در افکار و عقاید خودتون نسبت به شخص خودتون بازنگری بکنید. یاد بگیرید که در مقابل خودتون صبور باشید و ارزش‌ها و استعدادها، مهارت‌های خودتون رو دوست داشته باشید. خودتون رو بدون هیچ قید و شرطی دوست داشته باشید. هر گونه ترس و تردید غیر منطقی که در مورد خودتون دارید کنار بذارید. اگه دیدگاه مثبت و سالم رو در مورد خودتون داشته باشید، یاد خواهید گرفت که خودتون رو بدون قید و شرط قبول داشته باشید. این مواردی که امروز بهتون گفتم مهمترین راه‌های رسیدن به آرامش ذهنیه. امیدوارم که از ویدیوی امروز لذت برده باشید. لطفاً کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و ویدیوها رو بعد از اینکه دیدید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.